بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یک و یک شما بیننده خوب برنامه. مجددا از ادامه برنامه سفره نور خدمت شما هستم. خوشحال هستم که باز هم در قسمت دیگری از برنامه امروز در خدمت شما بیننده های خوب این برنامه قرار دارم. سپاسگزار هستم از همکاران خوبمان که بخش های مختلف برنامه تقدیم شما بیننده های خوب این برنامه کردن. ما در برنامه اخیر خود قرار داریم، یعنی آرام آرام با سفره نور در این سال هم خداحافظی میگیریم. امیدوار هستم که الله پاک توفیق حیات نصیب بکنه و بار دیگر در سال بعدی بتونیم رمضان را دریافت بکنیم و به رمضان برسیم و مجدداً در خدمت شما بیننده های خوب این برنامه قرار بگیریم. به هر حال از الله پاک میخواییم که تا این دم از ما و شما عباداتی که انجام دادیم قبول بکنه و در پله حسنات ما و شما محسوب بشه. همونطور که به جریانیم، در این بخش ما مهمانای ویژه‌ای دعوت میکنیم. به واقعیت هم امروز میهمان ویژه‌ای داریم که آرزوی داشتم که در برنامه داغ با خود داشته باشیم و الله پاک او شرایط را آماده کرد و فرصت را نصیب کرد که ما چنین مهمانی در برنامه امروز با خود داشته باشیم. حتما با مهمان ما بعدن که ببینیم آشنا هستیم، ولی مجددا من میخوام معرفی بکنم. جناب استاد بزرگوار پهنوال عبدالرؤوف مخلص، استاد پوهنتون هرات در کنار ما هستند، مفصلی که آرزوی همنشینی با ایشان همه جوانان دارم. من قبل از اینکه سوال مطرح بکنم، جناب استاد بزرگوار را در برنامه خوش آمدید عرض میکنم و حتما مقدمه ایدی دارن خدمت شما تقدیم خواهد کردن. بعد میریم ان شاءالله که با جناب استاد برای مدتی که برای ما اختصاص داده شده صحبت میکنیم. جناب استاد خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر جناب عالی و همه عزیزانی که همی لحظه دنبال کننده این برنامه هستند. طاعت و عبادات همه عزیزان قبول بارگاه حضرت حق سبحانه و تعالی باد. الله متعال تمام اعمال را که به وجه الله همه مؤمنین و مؤمنات، خواهران و برادران در این ماه شریف انجام دادند، الله متعال به کرم خود بپذیره و دستاورت هایی که از این ماه شریف انشاءالله حاصل کردند اینها را برای اونها پایدار و مستمر بگردانه. تشکر حضرت استاد که در برنامه تشریف آوردین و وقت گذاشتین برای ما و بیننده‌های ما. جناب استاد، هرچند که برای شما معرفی هستیم و همه بیننده‌های ما در سر تا سر دنیا کمین لحظه بیننده برنامه هستن و شما معرفت دارن، ولی اصول برنامه همین هست که سوال اول ما میخواییم معرفی کامل از خود داشته باشین، از تولد و ای که دستاوردهای علمی شما تا این دم. جناب استاد الحمد لله و کفا و سلام على عباده الذين اصطفى. بنده اسم من عبدالرؤوف، لقب من مخلص و متولد سال 1340 هجری شمسی در هرات، در شهر هرات، نوعی اول شهر هرات در نزدیک مسجد جامع جا متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و ثانوی را در مدرسه جامع شریف سپری کردم. در سال 1356 از مدرسه فارغ شدم و در کنکور 1357 شرکت کردم و بالاخره به پوهنزه شریعت پوهنتون کابل اونجا قبول شدم. یک ماه بعد از اینکه ما در اونجا درس خواندیم، کودتای هفته سور اتفاق افتاد. خلاصه تحولات زیادی در این کشور آمد، ولی به هر حال فضای تحصیلی هم یک مقدار سنگین و سنگین شده رفت. دیگه ادامه تحصیل امکان پذیر نبود تحت او شرایط. بعد از دو سال تحصیل ترک تحصیل کردم و بالاخره آمدیم به هرات و مدت در این فضا تا اینکه 24 حوض شد و بعدن تحولات بعدی آمد و مهاجر شدیم و در هجرت با زمینه یک بار دیگه زمینه تحصیل برای مقطع آماده شد در پاکستان و بعد از او در مصر و بالاخره آمدیم به یک فضای علمی و فرهنگی در خدمت مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران. اون زمان در
شهرستان تربت جان مدارس تأسیس شد اونجا در خدمت تأسیس همین مدارس یک مجموعی از فرهنگی ها بودند همه با هم به صورت یک کار تیمی مشترک یک تعداد از نهادهای آموزشی و تعلیمی را بنیانگذاری شد در اونجا در تربت جام برای تربیت اولاد مسلمین حدود 14-15 مدرسه و دارالتحفیظ و دارالقرآن و اینها و بعد در تایباد و در بیرجند و در مشهد و در جاهای دیگه از این مجموعه یک تعداد زیاده الحمدلله امروز ما کادرهای علمی داریم که حاصل همون دوره هجرت هستند تا اینکه پیروزی آمد و بعد تحولات بعد از پیروزی مدتی در ریاست اطلاعات و کلتور ولایت هرات از سال 1371 تا 1374 در ریاست اطلاعات و فرهنگ در اونجا مشغول بودم و بعد باز مقطع دیگری آمد و بالاخره تحولات مدتی در ریاست دانشگاه هرات مدت 4 سال در ریاست دانشگاه آپانتون هرات در اونجا بودم و فعلا هم در فرانزه شریعت آپانتون هرات در دیپارتمنت تفسیر شریف در اونجا به صفت استاد و مدرس ایفای وظیفه میکنم در خلال این مدت جسته و گریخته الله متعال توفیق داد حدود 17 اثر علمی الحمدلله این توفیق حاصل شد که از ما چاپ بشه که آثار علمی شامل دو بخش یک بخش ترجمه هاست و یک بخش تألیفات و این خواهد در بخش ترجمه آثار از علوم قرآن کریم مثل تفسیر المنیر و تفسیر المیسر دکتر عایض قرنی و مثل موسوعات فتح الملهم در شهر مسلم اینها رو به صورت یک کار مشترک با دوستان دیگر با مشارکت اونها انجام دادیم ولی یک سهم عمده در همین پروژه ترجمه ای بخشای علوم قرآنی بنده داشتم و 4-5 جلد از المنیر تفسیر المنیر دکتر وهبت زویلی ترجمه کردم و 10 جزء کامل از تفسیر المیسر دکتر عایض قرنی و همینطور از فتح الملهم هم حدود 5 جلد از فتح الملهم شهر مسلمه ترجمه های دیگری هم در این راستا بوده از کتب متنوع در عرصه دعوت و فکر و در حوزه اندیشه اینا هم انجام شد در زمینه تحقیقات علمی هم خود شما می فهمیم که بحث استادی در دانشگاه یا در پانتون می طلبه که 3 سال یک استاد و یک اثر علمی نوشته بکنه و یک اثر علمی از اون کانال هایی که هست کانال های مسلکی اینها عبور بکنه بالاخره بیایه مورد بحر برداری قرار بگیره الحمدلله در این عرصه هم تحقیقات علمی انجام شد به خصوص در زمینه اعجاز علمی در قرآن کریم در این عرصه یک اثر که اثر کهن ملی است و چاپ شده و بارها چاپ شده و همچنین در زمینه احکام حدیثی یک تلخیص و استخراج از احکام فقهی شرح عمدة القاری بالای بخاری در 2 جلد به زبان عربی ایره الحمدلله ترتیب شد و تدوین شد و نوشته شد و جمع شد و این منتشر شد که فعلا تدریس هم میشه در بعضی از بخشا اگر در مجموع همین 17 اثر علمی به علاوه به توفیق الهی این زمینه و فرصت مساعد شد که 11 سال قبل رادیو قرآن کریم با جمع از دوستا ایره که جناب عالی هم البته یکی از مؤسسین اگر بگیم مبالغه نخواهد بود از این اولین لحظات که رادیو صدای مبارک این رادیو در فضای شهر اولیاء الله تلین افکن شد جناب عالی در این رادیو شما در خط مقدم بودیم واقعا خصوص در می برنامه های زیبایی که شما در صبح جمعه ارائه میکردیم من همیشه شنونده شما بودم الحمدلله با شما عزیزان در خدمت همین شبکه قرآنی تا فعلا هم هستیم 11 سال از عمر این شبکه سپری میشه در کنار این به صورت پراکنده مقالات
در اینجا و اونجا و جراید و اینها از ما منتشر شده. در چند سیمینار بین المللی علمی هم فرصت اشتراک برای مساعد شده در آلمان و در ترکیه و در مالدیف، در جنوب شرق آسیا و در کویت و در تاجیکستان و بعضی از کشورهای دیگر فرصت مشارکت در سیمینارها و کنفرانس‌های علمی الحمدلله فراهم شد و با دوستان و عزیزان از اندیشمندان جهان اسلام در خلال این مدت آشنایی حاصل شد در همون مقاطع. از ثمرات افکار این بزرگان ما بهره بردیم و از سفره واقعا نعمت والایی که این بزرگان حوزه فکر و اندیشه و دانش اسلامی داشتند بهره حاصل شده در همی سیمینارها و اینها در سیمینارهای خارجی. مجموعه همی کارنامه که الحمدلله به یاری و توفیق الهی کارنامه و بضاعت اندکی که به دست آمده در طول این مدت الحمدلله همی بوده و فعلا هم الحمدلله خدای متعال توفیق داد دو جلد کتاب درسی برای دانشگاه ها در افغانستان، یکی نظام مالی و بانکداری اسلامی که از طرف وزارت تحصیلات عالی چاپ شده برای کل پوهنتون ها و دیگه قواعد کلی فقه در حوزه مدنی، قواعد کلی فقه اخیراً در کریکولم یا مفردات درسی به دو بخش تفکیک کردن، برای قواعد کلی فقه مدنی و قواعد کلی فقه جزایی که هنوز این پروگرام تطبیق نشده. اگر بنا باشه که در این مرحله برای این مرحله جدید هم تصویب بشه قراره که این کتاب هم در صورت کل سرتاسری در کل پوهنتون افغانستان تدریس بشه. کتاب درسی هم کتاب درسی هم بسیار نیک. جناب استاد ما افتخار میکنیم که چنین شخصیتی در کشور خود داریم و با واقعیت هم ما نه تنها پیش روی استاد بارها در محافل در جای دیگری که استاد حضور نداشتن در غیاب از استاد توصیف شده و استاد هم این حیث غنیمتی در این کشور دانستن. سوالات زیادی هست، نمیدانم از کجا شروع بکنم به خاطر این وقتی که ما داریم و این همه سوالاتی که در لازم هست از جناب استاد جویا بشیم، از کجا شروع بکنیم، کدام سوال رو بتونیم مطرح بکنیم که بتونیم از برنامه استفاده بکنیم. حضرت استاد ما میخوایم سوالی که مطرح بکنیم ایست که این همه موفقیت، این همه دستاورد، این همه جایگاه بلندی که در جامعه دارین مدیون چه چیز میدانین؟ مرحوم عنایت الهی اولا و اخیرا، عنایت پروردگار متعال همیشه شامل حال بوده، خدای متعال فضل و لطف خود. این دستاورد ما دستاورد خیلی کلانی نمیبینم، چون بسیاری کارهای کار دیواره نگاه میکنم میگم ای کاش به این هم ترتیب میشد و کار بشری همیشه همینه که نقص داره و نقص در او هست. این خو همه چیز همی عنایت الهی شامل حال همه من و شما هست و در قدم دوم هم یعنی واقعا ثمره توجه پدر بزرگوار من رحمت الله علیه که یک عالم دین بودن و یک شخصیتی بودن که هیچ وقت در همین صحنه عبودیت و ذکر برای ما الگو بودن واقعا و همون مصداق همون حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم بودن که لا یزال لسان که رطبن به ذکر الله و رطبن به ذکر الله، همیشه زبان تو تر و تازه باشه با ذکر الله. اونا هم زبان اونا و هم قلب اونها مصروف ذکر بود، همیشه ما رو توصیه به نیکی میکردن و توصیه به دانش میکردن و توصیه به معرفت میکردن، توجه به تربیت ما همیشه داشتن الحمدلله و در صد سالگی هم از دنیا رفتن و راضی از ما رفتن الحمدلله، از میر اولاد خود راضی رفتن و یک بالاترین دستاورد یعنی رضایت پدر و مادر هست. سپاسگزار هستم جناب استاد. با واقعیت هم و تقدیم کردن چنین اولاد در جامعه یک کلان کاری هست و باید هم چنین اولادهایی باشن که والدین از ناراضی باشن، از خوشنود باشن. از خدا متعال با کرم خود در برکت این ایام پایانی ماه مبارک رمضان که لحظات پایانیه از تقصیرات ما بگذاره. این چیزی که ظاهر قضیه است که ما خود ارائه میکنیم، ای که در مقام رب العالمین ما چی باشیم او رو بگه باز این برنامه تلویزیونی قابل بیان نیه، فقط باید به بارگاه و التجا بکنه که خدایا
اگر چیزی ارائه کردیم حداقل ذره عزیز برای رضای خود تو قبول بکن. بفرست. آمین. جناب استاد سوال دیگری که میخوام مطرح بکنم، من از جایی که معلومات دارم با شما مدتی بودیم، تعداد از کشورها در سالهای مختلف از شما تقاضای تدریس کردن در کشور خود، حالا بوده با شما در کشور خود با مو امکانات، چرا قبول نکردین؟ آیا چنین درخواستی درست هست شده بود یا خیر؟ اگر شده بود چرا قبول نکردین؟ بله، نه از کشور خاصی به ملاحظاتی که هسته من نام نمیگیم، بله در کل بله از یک دو مرجع بلکه سه مرجع برای من دعوت آمد برای تدریس و برای ای که من در اونجا باشم و حضور داشته باشم و حتی برای من ای پیشنهاد کردن که تو پی اچ دی نداری، دکتری نداری، تو بیا در ضمن تدریس برای تو دکتری هم ما میدیم. ولی خب به هر حال یکی خوب ممکنه همین شرایط و همین کادر کاری که فعلا ما در او هستیم و همین فضای که هستیم و همین یک سلسله فعالیت ها و نشاطات و یا حرکاتی که هست، من فکر میکنم اگر من از این موقعیت که فعلا دارم یک کم دور باشم ممکنه در این خلل به وجود بیاید. و دیگه این که من درد هجرت و غربت با پوست و استخوان خود من لمس کردم. میگه امون سر معرف میگه صدای دول شنیدن از دور خوش است. یعنی ما مهاجر بودیم حدود 14-15 سال بلکه بیشتره، من در غربت و در هجرت سپری کردم، خیلی درد داره هجرت و غربت. و با اون که یعنی بحث اینه که الارض و ارض الله، زمین زمین خداه، ما هم بنده خداییم، این زمین خدا برای همه بندگان خود خواسته و هیچ دیوار هم بین انسان ها نکشیده. الله رب العالمین در هیچ نصی از قرآن کریم و در هیچ متنی از متون نبوی و در هیچ اثری از آثار پیشینیان صالح امت ما نداریم که کدام جغرافیا بروی بنده از بندگان خدا محدود شده باشه، الا حرم شریف مکی که مشرکین دخول عزیز به خاطر او هم ملاحظات معنوی بعد از نزول سوره براءه ممنوع شد، دخول مشرکین در محلان بعد از نزول سوره براءه. دیگه هیچ جغرافیای الله متعال بروی بندگان خود محدود نکرد، ولی ما انسان ها محدودیت های بسیار زیاده آوردیم. این محدودیت ها رو ما لمس میکنیم وقتی که از این محیط همین جغرافی های کمی همین وطن و همین زادگاه که هست، این زادگاه بسیار عزیز بود برای ما و شما باشه و خب بلوطن من ایمان واقعا کشور ما شما کشور است قابل قدر با همه سختی ها و با همه پریشانی ها و مصیبت هایی که در اینجا هست، ولی ما یعنی عمیقا انسان در کشور خود احساس آرامش میکنه و احساس میکنه که یعنی این خاک و این جایی که نشستی مربوط به خود او هست و میتونه آرامتر نفس بکشه و آرام احساس بکنه که هویت خود ره و از دوچار از خود بیگانگی هم نشه و از خود یک شخصیت ایوزی هم مجبور نباشه که ترسیم بکنه برای از اینکه در جامعه مورد پذیرش قرار بگیره. عزیزانی که در هجرت هستن و در غربت هستن این برنامه رو میبینن، خود از اونا ایره درک میکنند و برای از اونا این کلام آشنا خواهد بود که انسان در محیط خارج که میره باید خیلی از الفباها رو از اونا رو چلیپا بکشه، از اولویت هایی که خودی رو داره برشان اولویت اونا برسیسون رو معاین کنه. دقیقا ممکنه لباس خود رو باید حتما عوض بکنه، ممکنه لحجه خود رو بیاد عوض بکنه، ممکنه ادبیات خود رو مجبور باشه عوض بکنه، ممکنه رفتارها و هنجارها را عوض بکنه. خب ما چقدر فرصت داریم در این عمر که از خود چند تا قالب بسازیم و با چند تا قالب به صورت میکانیکی ما خود مطمئنن یک قسمت عمر را درست داریم بسازیم، به اصطلاح عربی میگن متأقلم بشیم یا همسازی پیدا بکنیم با او طبیعت، با او جغرافی های فرهنگی، با او جغرافی های تمدنی، با او جغرافی های زبانی. چقدر ما فرصت داریم که خود را کج و راست کنیم؟ ما خمومیایی نیم که یک دم خود را به اصطلاح بسازیم به یک خالبی و سالای زیاد هم عمر داشته باشه و سالای زیاد هم عمر داشته باشه.
پس بیایم خود ما باشیم در این شرایط و جغرافیای فرهنگی که دنیا بر ما تحمیل کرده که مصادره فرهنگی از کجای مبادله فرهنگی و تقابل فرهنگی از کجای تعامل فرهنگی ما ناچاریم که بیایم در فرهنگ خود و در درون محیط خود همینجا خود رو بسازیم و در همین محیط فرهنگی نفس بکشیم و مجبور نباشیم که بریم زندگی های قالبی رو به صلاح و اجباری رو بپذیریم. ولی اگر شرایط پیش آمد مثل که آمده تا حال دیگه ما 20 سال از زندگی ما در هجرت که باز نتونستیم، خب اون شرایط از حال استرار دیگه اصلا. اگر حال استرار باز پیدا شد باز ما هستیم و انمون راه تا به حال مقصرات هجرت و اینا که بریم سعی کنیم تا به کدوم کجا آباد باز سر ما از اونجا بیرون خواهد شد. بله سپاس گزارم استاد. جناب استاد من سوال یک میخوام مطرح کنم، هرچند گفتم که سوالات زیادی دارم. چی شد که رسانه تحت نام رادیو قرآن او رو تأسیس بکنید؟ و از همون مهمتر یکی این که بود تأسیس این رسانه ها هست، یکی این که حفظ کردنش تا حال سرپا نگه داشتنش این رسانه هست. بله. چی ویژگی وجود داشت و چی امتیازاتی بود برای رادیو قرآن که هم تأسیس شد و شما چه شد به فکر چنین رسانه بشیم و تا حال هم فعالیت داره؟ بله. الحمدلله. بعد از سوال تشکر از این سوال زیبایی که واقعا مطرح کردیم، خیلی سوال بسیار به موقع. در سال 1381 ما وارد یک فاز دیگری از تحولات ناخواسته در کشور شد. بله. که یک جغرافیای جدیدی ترسیم شد در این کشور از نظر فکری و از نظر اندیشه و فرهنگ، که جامعه به نام جامعه جهانی آمد در اینجا و نیروهای آمدن و در اینجا فضاهای جدیدی ترسیم شد. رسانه ها در این فضا میدان پیدا کردن که بیان به رسانه ها متولد بشن. برای اولین بار رسانه های آزاد در این کشور این فضا رو پیدا کردن که تأسیس بشن. من ملاحظه این بود که من در محیط پوانتون بودم و در مسئولیت پوانتون همون زمان بودم که بیشتر این رسانه ها به صورت القایی و به صورت پروژه ای تأسیس میشن و موظفن که یک پروژه خاص اهداف خاص و اهداف خاص رو اینا دنبال بکنن و اینا تمویل هم میشن، سپورت میشن، حمایه میشن و اینها به صورت هدفدار اینها کاشته میشن در ذهن و ضمیر جامعه. بله. و من این فضا که دیدم گفتم و دیدم که جای رسانه‌های دینی کلاً در این فضا خالیه و هیچ کس به عرصه توجه نداره. با بعضی از دوستان مشوره کردم، گفتم بیاین ما از این امکانات به نام دموکراسی بلکه بتونیم استفاده کنیم. یاد نمیاد که وقت یک تلویزیون ساقی یاد استاد طارق نبی به خیر با او مشوره کردم، گفت بیاید برنامه در تلویزیون ساقی بگذار، یک فراخوان بده بلکه کمک کنن مسلمان. یاد من است یک شب آمدم در یک برنامه زنده در تلویزیون ساقی سهم گرفتم، 22,000 دلار مردم قول کمک دادن برای تأسیس رسانه به نام شبکه رادیو قرآن کریم. هدف این بود که در همی فضایی که صداهای متنوع شنیده میشه جز صدای قرآن و جای صدای قرآن در این شهر واقعا خالی بود و این صدا باید تنین انداز میشد، بعد این صدا هم این صدا باید بلند باشه و الحمدلله اینا قول کمک دادن. یک تعداد از دوستا وفا کردن به کمک. ما حدود 8,500 دلار از اون 22,000 دلار جمع کردم به اصطلاح. خب بقیه برای تشویق بیو به این برنامه. خب همین تشویق وعده کردم تو هم باز که بعضی دوستا جالبه که بعضی دوستا بعد از برنامه خصوصی زنگ زدن گفتن که ما تشویقا زنگ زدیم. ما امکانات نداره ولی دیگران انگیزه میداریم. انگیزه خدا به مگه نیت المؤمن خیر من عمله. من عمل نیت مؤمن از عمله. اونا به اون نیت خود صاحب ثوابن و صاحب پاداش. بله. معنی فعلا من استفاده میکنم از این فضا عرض سلام و ادب خدمت او دوستایی که اگر او لحظه و خاطره رو بیاد میارن مدارم که خدای متعال بنا اجر بده و بالاخره همین زمینه ای شد که همین نهاد تاسیس بشه و همین شما دوستا جمع بشیم، استادای پانتون جمع بشن، مدرسه با منابر هم بستگی خود رو رای داشته باشن. ما در طول 11 سال در رادیو قرآن کریم یک نفر معاش میدیم، بعضی رسانه ها تا 40 نفر معاش دلاری داشتن. بله دقیقاً یک نفر، چون امکانات نیه و همی فعلا ما در موسیقی مالی قرار داریم، همیشه دست ما
به نوعی غیر مستقیم دراز بوده، نه مستقیما که ما چنته بیاریم و در مارکت ها و در دکان ها، چون شأن قرآن کریم ایجاب نمیکنه. دوستای از سر خیر آمدن وی رادیو اینها در، هم از بود مادی و هم از بود معنوی علمی فرهنگی ایر یاری کردن و 22 تا برنامه زنده در طول هفته گاه بیگاه داره و تنوع هم گاه بیگاه هست، ولی خب از او ساماندهی و یا سازماندهی که شایسته یک رسانه قرآنی است ما برمند متاسفانه براز کمبود امکانات نیستیم. ولی ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله همون زبان سال عربیه و چیزی که همه به دست نمیاد دقل یک بخش هم به دست بیاید خوبه. الحمدلله باز همی که یه صدا بلنده و هنوز این اشارات ادامه داره همی یک غنیمت هست. الحمدلله خداوند توفیق بده که انشالله این رادیو همچنان پاورجا باشه و تقویه هم بشه. خوبه که من یک خاطری خواهم اینجا اشاره بکنم. دقیقا دوستایی که همین لحظه ما رو ببینیم، بیننده‌های عزیز، من صنف دوم دانشگاه بودم و پوهنتون بودم که استاد یک روز به صنف ما درس داشتن، بعد از درس گفتن که باز یک بار به رادیو بیایم، تو رو کار دارم. به رادیو رفتم، گفتن که چه برنامه بعد شما پیش ببری. اولین اجرای من جناب استاد تست کردن، خوشبختانه ای به خاطر من میشه هست. استاد گفتن برو به داخل استودیو، من پشت این طرف میشینم، پشت نشرات گوش میکنم. گفتم درباره چی صحبت بکنم؟ گفتن هر چی دوست داری بگو، بالاخره یک چند دقیقه صحبت بکن که ما تو تست بکنیم. همین بود که تست دادیم. استاد گفتن از روز بعدی برنامه داری، تو برنامه لایف هست، بیا اجرا بکنی. این خاطره هیچ وقت فراموش نمیکنم. و اولین زندگی رسانه‌ایم هم از همون جی شروع شد. من تا حالا که به رسانه هستم، به رسانه مختلف بودم، به رادیو قرآن کریم و اصلاح و رسانه دیگری که کار کردم، یعنی ورق زندگی، اولین ورق زندگی رسانه‌ای من در همون جی ورق خورد و استاد باعث شدن که ما بیام رسانه. و الحمدلله از این دوران زندگی راضی هستم. شخصیت مثل شما الحمدلله اکثر مایه برای خواهش میکنم حضرت هرات، برای افغانستان، برای امت اسلامی هستن واقعا در رسای مختلف. شما غنیمتیم جناب استاد، افتخار منیم برای ما. ممنون جناب استاد. من میخواستم دیگه هم سوال داشته باشم، سوالات زیادی، ولی وقت فکر کنم برای ما یاری نمیکنه. اما یک دو تا سوال دیگه هم خودمانی تر میخوام پرسان بکنم. جناب استاد، کدام وقت که شما به یک موفقیت یا یک خوشی، یعنی خوشی نهایت را دست یافتین و او شکر گذار بودین، چه وقت بوده؟ اگر برای ما بگین به خاطر داریم چنین وقت، چنین واقعی یا چنین وقتی که چنین چیز اتفاق افتاده برای شما؟ واقعیت که عرض کنم خدمت شما، امی سریال زندگی که من مرور میکنم بیشتر غم ها غلبه داشته و حزن و اندوه، چون شرایط اندوه بار بود. ولی خب انسان مؤمن نمیتونه تسلیم شرایط بشه و نمیتونه که اجازه بده که شرایط برای از او به اصطلاح مسیر تعیین بکنن. باید خودی و باید در تعیین مسیر اثر گذار بشه. یعنی انسان مؤمن باید به تغییر فکر کنه و به ای که از همی لحظات سخت هم برای خود یک فرصت بسازه و از این فرصت ها بتونه بهره بگیره. من لحظات شادترین لحظات مو لحظه ای که من میبینم که یک برنامه خیر به ثمر میرسه، یک درس موفقی را اگر بتونم به سر صنف اجرا کنم و ببینم که این محصل استفاده کرده، این شادترین لحظه ای که من میبینم که محصل میآید و میگه استاد حقیقتا یعنی من بهره بردم از این درس. این برای من شادترین لحظه نمیشه، این لحظه موفقیت، لحظات موفقیت. و یک لحظه ای که اگر توفیق حاصل شد که یک قطره اشک به بارگاه رب العالمین از چشم بیاید و در لحظه مناجات و رازگویی، و خصوص اگر این توفیق حاصل شد که در شب از شبها ما آدم های مثل ما که خیلی تنبلیم دیگه، اگر بتونیم یک دو رکعت در دل شب برای رب العالمین، من بهترین و شادترین لحظه را در همون سجده احساس کردم که در او خالصانه من تونستم با الله خود راز و نیاز بکنم.
یعنی او لحظه برای من هیچ نمیتونه که باید لحظه دیگه عوض بشه، فراموش نشه. بله فراموش نشه. انشالله که جناب استاد موفق باشین. من گفتم سوالات زیاد دارم، بیننده عزیز هم مطمئنن سوالات زیاد دارن. یه قسمت جناب استاد اشاره کردن که بهترین لحظه اینه که من درس داده باشم و محصل یا دانشجو من این درس رو گرفته باشه و استفاده کرده باشه. و یه قسمت من اشاره میکنم جناب استاد، برنامه‌ای که شما در درس تفسیر در رادیو قرآن کریم داریم و برنامه‌ای که در تلویزیون اصلاح داریم، شما بیننده‌های خود مستقیم در ارتباط بهشان نیستیم. مطمئنم اون لحظه شاید برای شما خیلی خوشایندتر باشه، اما متاسفانه شما نمی ارتباط نداریم، اونا استفاده میکنن. این میشه از جناب استاد از داشتهای شما استفاده شده. شما افتخاریم برای جامعه هرات و افغانستان. به عنوان سوالات اخیر جناب استاد، ما در ختم رمضان امسال قرار داریم، میخوایم پیامی از شما داشته باشیم جناب استاد برای بیننده‌های عزیزمان که از رمضان بعد ما چی آموخته باشیم و بعد از رمضان ما چه چیزهایی باید ما از زمان رمضان به خود داشته باشیم که ما واقعا استقبال خوبی کرده باشیم از رمضان. من فکر میکنم برای همه عزیزان تکرار خواهد بود اگر بگم که رمضان حقیقتا یک فرصت واقعی برای هر انسان مؤمن برای تجدید و نوسازی حیات معنوی و حیات ایمانی و حتی کلن یک ایجاد یک تحول در زندگی. من هر بار که در رمضان من قرار میگیرم، شما قبلا از موفقیت گفتیم، اتفاقا در رمضان که من برای یک سال نه بلکه بعضی وقتا حتی برای 10 سال آینده یک چشمانداز جلوی روم پیدا میشه که تو باید این کار بکنی. حالا در امی رمضان من در امی دهه اخیر من نقشه راه آینده رو پیدا کردم که من باید به این سال آینده چه کار باید بکنم. چون در رمضان که واقعا انسان یک لحظه هویت خود رو دوباره پیدا میکنه. در غیر رمضان که هسته دچار یک حالتی از روزمرگی هستیم، به این فرصت که آدم بتونه یک با خود خلوت کنه، در حقیقت تأمل بکنه، فرصتی که تأمل در احوال نفس خود بکنه، به ماله ها و معالیه ها به تعبیر طلبه ها چی چیز به نفع از اونه و چی چیز به زیان از اونه، این فرصت کمتر دست میده. اتفاقا در رمضان کمی فرصت برای انسان و دلیل از اون هم همه میدانیم و بیشتر دوستان شاید بدانند که علمی خوردن و آشامیدن و همین شغل شکم به اصطلاح میگه، به تعبیر یکی از حکومت میگه اسلام برای یک ما تاریخ شکم میبنده از یک وجه، برای یک مدتی، برای یک مقطعی تا تاریخ معرفت و خودشناسی رو چکار کنه، برای انسانی فرصت بده که این باز بشه، او باز بشه و تعادل خود پیدا بکنه. بگه ما هم در رمضان از لذت شهوانی یک مقدار عبور میکنیم به سوی یک فضای به نام سعادت و معنای سعادت رو واقعا حس میکنیم. با تمام وجود خود این رو حس میکنیم. بیایم عزیزان که علمی فرصت ادامه بدیم و همین استمرار بدیم به خارج از رمضان، همین فضاها رو انکشاف بدیم و ببریم به خارج از رمضان، همین دستاورده که در رمضان به دست آمده این رو به صلاح حفظ بکنیم. و به خصوص همین اونس با قرآن کریم. حقیقتا من در طول سال تلاش میکنم قرآن رو تلاوت بکنم، ولی اون لذت هر که من از تلاوت قرآن کریم در رمضان احساس میکنم مثل همه عزیزان در دیگه سال می احساس نمیکنم. و یعنی واقعیت که اونس با قرآن، بحث این که یک درده که واقعا فعلا در میان امت یک درد وجود داره، ترک قرآنه، فاصله با قرآنه و اینه که شگاف بین امت آمده و بین قرآن و همین در جامعه ما متاسفانه این درد خیلی احساس میشه. یک درصد بسیاری از عزیزان که فعلا بیننده ما هستن، اگر از خود سوال بکنن قرآن حقیقتا یاد دارن، شاید برای خود نمره منفی بدن. یک انسان مؤمن که قرآن میتونه آدرس تغییر باشه برای از او، آدرس تحول باشه و آدرس تولد جدید باشه، اگر رابطه با قرآن نداشته باشه پس چی با چی باید داشته باشه؟ در قرآن کریم 350 بار یا بیشتر یا ایها الذین آمنو آمده.
ادب ما تلاوت میکنیم، تلاوت تعبدی علما میگن یک چیز، تلاوت تدبری تدبری چیز دیگر است. چیز دیگر تلاوت تعبدی میکنیم، ولی تلاوت تدبری از ما الله رب العالمین خواسته. کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاتی. بله. و لام علما در اینجا میگن لام تعلیل. ما این کتاب را برای تو ای پیامبر نازل کردیم تا در آیات او تدبر بکنن. و تدبر در آیات حداقل 350 دستور داده رب العالمین، مستقیم مخاطب من و شما هستیم. اگر هر دستوری از این دستورات ما بیاریم برای یک کاغذ بنویسیم بگیم بنی ما عمل میکنم، خود جامعه تغییر میکنه، تحول میایه در زندگی ما، تحول میایه در خانواده ما، تحول میایه. چرا ما جامعه فقیری هستیم؟ چون عجیب بود در فقر، در فقر. یعنی شاعر الحمدلله زنده، شعرها هم زنده، ولی شعور و معرفت قرآنی، فهم قرآنی در جامعه رو به کاهشه، رو به افزایش نیست. به اون دلیل که ما در کنار حاشیه های جاده های خود ما میبینیم که متادای زیادی داریم و این بسیار جای درده که من از خانه که تا پانتون میروم در دو طرف حاشیه جاده ما میبینیم که یا محرومین نیازمندی هم که دست و مساعدات به طرف جامعه دراز کردن، بیا ای که معتادن و زندگی میکنن. ای اعتیاد حاصل از خودبیگانگی ماست، ای اعتیاد حاصل فاصله گرفتن این جامعه از ارزش های مانند این ارزش هاست، ارزش های رمضان، ارزش های قرآن. همین رمضان بود که مدرسه فتوحات ساخت در اسلام، همین رمضان که به عنوان ماه تجلیات فتح و درخشش های پیروزی ای در تاریخ معرفی شد، و همین رمضان که در این جامعه ازهر در رمضان تأسیس شد به عنوان بزرگترین دانشگاه جهان اسلام. بلند بیاییم که از این فرصت ایره ببریم به امرای خود در طول سال و از این ارزش ها استفاده بکنیم، یک فرصت تجدید، یک فرصت نوسازی، هم نوسازی و تجدید روح و تجدید فکر و حتی تجدید جسم. رمضان این فرصت در اختیار همه قرار داد. انشاءالله که همه ما بتونیم که بعد از رمضان محصول رمضان رو و حاصل رمضان رو با خود داشته باشیم. سپاس جناب استاد. و به عنوان آخرین سوال، چی شد که مخلص تخلص گرفتیم؟ رویزی فکر کردیم از قبل این در دوران متعلمی بود، در دوران محصل بود، بعد از او کار شروع کردیم. آیا تنها مخلص هست یعنی که ادامش دیگه هم ادامه داره تخلص؟ تخلص خانوادگی ما جناب محمدی صاحب گرامی و عزیز، تخلص خانوادگی ما ابراهیمی هست. من استاد، یک استاد بسیار معزز که شهید راه اسلام هستند، حافظ محمد افضل شهیر، پدر همین آقای شهیر معروف ما و شما. بله بله، محمد رفیق شهیر پدر از اینا. ما در دوره جهاد، در جهاد فرهنگی با هم بودیم و مو تاسیس جریده بشارت شد در حوزه کرباس. اینا برای من یک شعر نشون دادن که تخلص از اینا قبلا مخلص بوده و حالا شهیر تخلص میکنن و کسی در مدح اینا و در وصف اینها یک شعر نوشته بود که اخلاص در عمل باعث حسن شهرت است، بینی چگونه که مخلص شهیر شد. شهیر شد به عرضی شهرتی که آقای شهیر دست پیدا کردن، من گفتم باشه که تخلص من مخلص باشه، در که من شهرت این مخلص از سر اخلاص نبوده. دعا کنیم که همین تفاول باشه که همین اخلاص شهرت پیدا کنیم، مخلصین هم برای من پیدا شد، شهرت هم پیدا کردیم، شهرت هم تا حدود پیدا شده. بینی چگونه که مخلص شهید شده همی تو شده. آقای شهید قبل از اینکه شهید بودن مخلص بودن خلاص. خب بسیار. و برای من همی القای شد و برای من گفتم و چی میشه و جناب استاد همی خلاص قبلی شما رو بگیرم. گفتم مبارک. همی فاتح کردن، ما گفتن خیر تو دیگه از بعد مخلصی. مخلص. و کوشش کن مخلص باشی. بله. ولی مخلصی ملح الدین کار بسیار سخت است. شرایط اخلاص، آداب اخلاص، ارکان اخلاص، احکام اخلاص، خود یک مدرسه، مدرسه اخلاص. انشاءالله که من شاگرد کوچکی در مکتب اخلاص مخلصین
بتونم بشم در آینده انشاءالله به دعای دوستان البته هستین جناب استاد و خوبه که گاهی وقت ما در ادامه تخلص استاد هیروی هم داشته باشیم که در چون تنها در هرات جناب استاد مشهور نیستن در بیرون از کشور هم همچنان خیلی ممنون جناب استاد وقت گذاشتین در برنامه تشریف آوردین ما از دعای خیر خود فراموش نکنیم الله رب العالمین به کرم خود مشکلات زیادی داریم در جامعه روی مشکل خیلی صحبت نمی کنیم چون میریم به طرف عید به عید فصل شادی است انشاءالله که با یک فرحت معنوی مضاعف همه با هم به استقبال عید بریم برای همه پیشا پیش تبریک عرض میکنم به جناب عالی تشکر جناب استاد برای شما همچنین الله مطال به همه عمر و عمل صالح بیشتر عنایت بکنه و همچنین به بنده تشکر از شما بله بنده عزیز بلد. یک قسمت که من افتخار داشتم که بلد. از رادیو گفت اشاره کردم که استاد من انتخاب کردن و اولین زندگی من شروع شد بلد. و نکته دیگه هم که میخوام برید اولین بار در رسانه بگم این که خوشبختانه استاد راهنمای مونوگراف ما هم در دوره لیسانس حضرت استاد عالی بودند که باعث افتخار ما بودند و همیشه من به افتخار دارم بله عزیز من هم بنابرای خود قبل از این که فرار از عید یعنی نزدیک شده ما و شما عید در تبریک عرض میکنم انشاءالله که روزهای خوبی داشته باشیم و در این روزهایی که در رمضان بودیم از هر عملی که انجام دادین اعمال نیک که الله پاک از ما و شما بپذیره و در بعد از رمضان هم بتونین همچنان پایدار و استوار باشین این بود برنامه که بنده با جمع همکاران خوب من تقدیم شما کردم تا برنامه دیگر که حالا باشیم یاد در این رمضان یا رمضان دیگه شما را به عزت منان می‌سپارم ما را از دعای خیر خود فراموش نکنین شاد و موفق و پیروز باشید